سرخط خبرها و مهمترین ها، بخش زنان سازمان ملل، سرکوب بی‌رحمانه بر زنان افغان حاکم است. ادعای طالبان از ازدواج اجباری یک مرد کهنسال با یک دختر 13 ساله در سمنگان جلوگیری کردیم. کار ساخت یک مکتب در نیمروز تکمیل شد. و خبر مهم وحشتناک از هرات به دست ما رسید. مشروع خبرها. بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که سرکوب بی‌رحمانه بر زنان افغانستان حاکم است و باید برای حمایت از دخترها صدا بلند شود. این سازمان روز سه‌شنبه در یادداشت افزوده است که زنان و دختران افغان که پیش از این از حقوق اساسیشان محروم شده بودند، اکنون از صحبت کردن با یکدیگر نیز منع شدند. به گفته سازمان، میلیون‌ها دختر از آموزش محروم شده و در خانه محصور هستند. در یادداشت این سازمان آمده است: بی‌عدالتی همه ما را تهدید می‌کند. برای زنان و دختران صدایتان را بلند کنید. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان، روز گذشته در یادداشت تاکید کرده بود که خاموشی جهان در برابر نقض حقوق زنان از سوی طالبان این گروه را جرأت بیشتر داده است و از جامعه جهانی خواسته بود که اقدام عملی و هماهنگ در برابر سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان علیه حقوق زنان صورت گیرد. ادعای طالبان از ازدواج اجباری یک مرد کهنسال با یک دختر 13 ساله در سمنگان جلوگیری کردیم. وزارت امرالبالمعروف نزد منکر طالبان مدعی شده که ماموران این گروه از ازدواج اجباری یک مرد کهنسال با یک دختر 13 ساله در ولایت سمنگان جلوگیری کرده است. این وزارت روز سه‌شنبه در بیانیه افزوده است که ماموران این گروه در شهرک ایبک مرکز سمنگان مانع این ازدواج شدند. مولوی حبیب الله حماس، رئیس امرالبالمعروف نزد منکر طالبان در سمنگان خاطر نشان کرده است. ازدواج از نظر اسلام پیمان مقدس است، اما سنت های حاکم در 20 سال گذشته سبب ازدواج های اجباری شده بود. طالبان در حال چنین ادعایی را مطرح کردند که فرماندهان این گروه در 3 سال گذشته بارها زنان را به اجبار به عقد خود درآوردند. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، ازدواج های اجباری پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان افزایش یافته است. کار ساخت یک مکتب در نیمروز تکمیل شد. مقام‌های ملی طالبان در نیمروز می‌گویند که کار ساخت یک مکتب از سوی کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تکمیل شده و به بهره‌برداری رسیده است. ریاست معارف طالبان در نیمروز گفته که این مکتب در روستای مهاجرآباد شهر زرنج مرکز این ولایت با هزینه 289,558 دلار آمریکایی ساخته شده است. با گفته طالبان، این مکتب 16 صنف درسی و 4 اتاق اداری دارد که گنجایش 560 دانش آموز را به طور همزمان داراست. طالبان بارها تاکید کردند که مدارس دینی در کشور نسبت به آموزش‌های رسمی مقدم است. این در حالی است که با گذشت بیش از 3 سال مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان بازگشایی نشده است. طالبان دو عالم دین را در هرات بازداشت کردند. منابع ملی در هرات میگویند که دو عالم شیعه در این ولایت از 5 روز به این سو در بند طالبان به سر میبرند. منابع روز چهارشنبه تایید کردند که محمد اکبری، رئیس پیشین شورای علمای شهرک المهدی جبرائیل و محرم حسین عظیمی، امام مسجد سیدالشهدا، حدود 5 روز پیش از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده بودند. هنوز مشخص نیست که این دو عالم دین به چی اتهام بازداشت شده است. مسئولان ملی طالبان در هرات تاکنون در این مورد چیزی نمیگویند. پیش از این نیز طالبان شماری از علمای دین را به اتهامات مختلف بازداشت و زندانی کرده بودند. ماه گذشته خورشیدی هم این گروه عبدالقاهر قانت، رئیس پیشین شورای علمای کابل، را در کابل بازداشت و پس از چند ساعت دوباره از بند رها کرده بودند. وقت طالب عملگرا برای طالب انتحاری منار یادبور می سازد. سراج الدین اقانی، وزیر داخل طالبان، رهبر شبکه اقانی و تازگی دستور داده است تا برای یک انتحاری منار یادبور ساخته شود. خالد زردان، سخنگوی قماندانی امنیت طالبان، برای کابل با نشر مطلب در صفحه اکس از این تصمیم خبر داده است. بر پایه آنچه او نشر کرده، قرار است این منار یادبود در ولسوالی گردسیری ولایت پکتیا ساخته شود. انتحاری که به نامش منار یادبود ساخته می شود، حیات الله نام دارد. منار دقیقاً در محل ساخته می شود که حیات الله کاروان از نظامیان آمریکایی را هدف حمله انتحاری قرار داده بود. سنگ تعداب این منار از سوی طالبان گذاشته شده و کار آن قرار است به‌زودی به پایه اکمال رسد. آقای زردان مدعی شده که این کار به دستور وزیر داخل طالبان و به منظور قدردانی از به اصطلاح جان‌نثاری انتحاری‌ها در برابر نظامیان آمریکایی انجام می شود.
حقانی در حال برای یک انتحاری بنای یادبود می سازد که به همین تازگی از سوی روزنامه نیویورک تایمز چهره عملگرا و تنها صدای مخالف در درون طالبان لقب گرفته است. برخلاف افغانستان زیر اداره طالبان در سایر نقاط دنیا بنای یادبود برای کسانی ساخته می شود که دستی در سیاست، فرهنگ، ادب، ورزش و غیره داشته باشند یا هم در دفاع از حقوق بشر و ارزش‌های انسان مدارانه خطرپذیری کرده و علیه بیداد و ستم صدا بلند کنند. البته این گونه آدم‌ها در جغرافیای خاص محصول نمی‌مانند، بلکه مرزها را می‌شکنند و جهان نیز می‌سازند، طوری که پس از مرگشان هم به نیکو یاد می‌شوند. حالا طالبان برای یک انتحاری بنای یادبود می‌سازند که دغدغه‌ای نداشته از جز کشتن انسان‌ها و ویرانی زندگی. این روشن است که چنیدن هیچ سختی و پیمانه واژه انتحاری برای شهروندان افغانستان حول‌آور نیست، چرا که ده ها هزار انسان در 20 سال گذشته در پی راندازی این گونه حمله های تروریستی کشته شدند. وقت توجه شود که دیگر کشورها برای موسیقیدان ها و شاعران معروفشان بنای یادبود می سازند و طالبان برای یک انتحاری می شود به سادگی به عمق فاجعه جاری در افغانستان پی برد. طالبان در حال چنین می کنند که تندیس ها و بناهای مربوط به رهبران اقوام افغانستان را همروزه تخریب یا هم حد کرمک می کنند. پیام فوری رفتارهای این چنین چیز نیست جز عمیق‌ترین شکاف‌های قومی، این که باز هم نهادهای و رسانه‌های سعی می کند که حامی سرسخت انتحاریان عملگرا معرفی کرده و جهان غرب را به تعامل با او تشویق کنند. قطع انجای شگفتی دارد و این از دو حالت خارج نیش، عملگرا خوانان از ماهیت حقانی به درستی آگاهی ندارند یا هم اگر خبر دارند سعی میکنند واقعیت‌های روی زمین را فدای ملاحظات سیاسی کنند. هدف حقانی از ساختن منار یادبود زنده نگه داشتن فرهنگ انتحارگری در افغانستان است. طالبان به ویژه حقانی ها رضایت نمیدهند که پرچم انتحاریگر بر زمین بماند. طالبان حتی اگر به رسمیت هم شناخته شوند باز هم پرچم انتحارگری را به اعتزاز نگه خواهند داشت، به این دلیل که ساده ترین راه ارعاب دشمن یا هم غلبه بر آن را توسل جستن به انتحار می دانند. این شیوه جنگی در 20 سال گذشته برای طالبان نتیجه بخش بوده. ساختن منار یادبود می تواند ده ها و صد ها جوان و نوجوان مدرسه دیگر را نیز تشویق به انجام عمل انتحاری کند، چرا که گمان می کنند ضمن آن که به زعم خودشان با آرامش ابدی نائل می شوند در دنیای حاضر نیز از تلاششان قدردانی می شود و با ساخته شدن منار یادبود به نامشان تبدیل و الگوی دیگران می شوند. البته حقانی بار اول نیست که چنین می کند. او در چند نوبت خانواده ها و بازماندگان انتحاری ها را در هتل های مجلل گرد آورده و در حضور رسانه های زیر اداره طالبان با آنها پول انگاف توزیع کرده است. همچنان برخی مقام های دیگر طالبان ولایت به ولایت سفر کرده و با پرداخت پول گزاف از بازماندگان انتحاری ها دلجویی کردند. نوازشگری مقامات طالبان سبب می شود که بازماندگان انتحاری ها بر ادامه را رفتگانشان مصمم تر شوند و برای حفظ ماندگاری این سنت سینه بیشتر تلاش به خرج آن چیزی که آرزوی طالبان است.